نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روز سه شنبه پنجم ذیقعده سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در رابطه با حدود و اختیارات فقیه و ولایت در امور مختلف فرمودند اگر امور حسبی را هم به معنای ولایت در نظر بگیریم این مسئله اجماعی است و همه فقها ها به عنوان اختیارات فقیه نسبت به آن اتفاق نظر دارند اما افتا و قضا غیر از ولایت است چرا که در فتوا حکم شرعی بیان می شود اما در قضا موضوع گفته می شود که مثلا این خانه متعلق به زید یا امر است ایشان در ادامه فرمودند ولایت به معنای حق تصدی و حق تولی و سرپرستی است مثلا فرض کنیم پدری از دنیا رفته و فرزندان صغیر دارد در اینجا فقیه متصدی و متولی صرف این اموال برای صغیر است لذا ولایت به معنای حق تولی و تصدی است اما قضا در نزاع و موضوعات است معظم الله در رابطه و وظیفه افراد مکلف در قبال حکومت در زمانی که حاکم عادل حکم فرما نباشد فرمودند حاکم ظالم شرعا حق و حکومت ندارد و وظیفه افراد مکلف تابع اجازه مرجع تقلید است و هر گونه که فقیه و مرجع تقلید جامع و شرایط اجازه داد باید عمل کنند چرا که حاکم ظالم ولایت ندارد و حاکم ظالم پولی را که میدهد نه متعلق به خودش هست و نه ملک اوست و نه ولایت دارد لذا در چنین مواردی ولایت با حاکم شرع است و افراد مکلف باید از حاکم شرع اجازه بگیرند و آن گونه که حاکم شر اجازه میدهد اعتبار دارد با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را زیرا ببینیم و بشنویم بله این ظاهرشون چون روایات از اعمه است علیه و زمان خود اعمه یک کسایی بودن که خارج می شدن قاعده نه نه قالش همین بوده که یعنی خود اعمه قبول نداشتن